حسین رسام هستم و در سال 1388 به عنوان تحلیلگر سیاسی در سفارت بریتانیا در تهران کار میکردم من از سال 1383 شروع به کار در سفارت کردم سفارت بریتانیا و تا سال 1388 پنج سال بود که به عنوان تحلیلگر سیاسی سفارت کار میکردم پیش از اون برای سفارت ژاپن در تهران کار میکردم باز در همین جایگاه به عنوان تحلیلگر سیاسی تا پیش از اون حوزه سیاست حوزه مستقیم و کاری من نبود جایی که مستقیما درش درگیر باشم من زبان شناسی خوندم من هیچ جرمی در هیچ کدوم از این تظاهرات یا اتفاقاتی که افتاد مرتکب نشدم برای اینکه کار اصلی من مشاهده بود باید میدیدم چه اتفاقی داره میفته ولی مسئله که ظاهرا برای اون بخش امنیتی اطلاعاتی کشور وجود داشت این بودش که صرف حضور من و صرف مشاهده من و گزارش مشاهدات من به سفارت مسئله ساز هستش و خود این از دید اون بخش های حکومت جرم تلقی می سه نفر وارد منزل شدن و گفتن که حکم بازداشت من رو دارن و من باید برای پاسخ دادن به برخی سوال ها همراه اونها برم همین اتفاقم افتاد من رو بردن پایین پایین ساختمونمون داخل یک اتومبیلی کردن چشم بند زدن سرم رو بردن پایین و بعد من رو منتقل کردن به ساختمونی که تا دیر وقت عصر همون روز اونجا بودم بازجویی می شدم بازجویی من از همون اولین روز بازداشتم شروع شد در مکانی که فقط میتونم حدس بزنم کجا هستش در تهران چون چشمم بسته بود چشمند زده شده بود به چشمم و من رو خوابونده بودن کف خود رو به همین خاطر نمیتونستم مستقیم متوجه بشم که کجای تهران داریم میریم ولی حدسی دارم که کجا بودش بعد از اون منتقل شدم به زندان اوین در زندان اوین هم تقریبا به طور متوسط میتونم بگم در 23 روزی که من داخل زندان بودم از زمان باز داشتم بکنم دوازده سیزده بار بازجویی شدم راست رو هیچ وقت ننشستم بشمارم تعداد دفعاتی رو که بازجویی شدم چون مرتبا اتفاق می افتادن و در این حال خب بازجویی خیلی طولانی هم داشتم یعنی بازجویی که صبح شروع می شدن یه بند ادام پیدا میکردن تا دیر وقت شب و تقریبا در تمام این ساعت ها من روی یک صندلی رو به دیوار نشسته بودم سوالهایی هم که در اونجا میشد جالب بود یعنی ما من از سوالهایی داشتم که در فلان روز فلان ساعت چرا این ملاقات داشتم یا چرا اصلا با کس خاصی صحبت کردم تا سوالهایی مثل اینه که آم، تحلیل من از آ... اوضاع سیاسی ایران چگونه هستش تحلیل من از کارکرد سازمان اطلاعاتی در ایران چگونه هستش سوالایی میتونست آم باشه که اتفاقا این تیکه برای من خیلی هم جالب بود چون فکر میکردم که موقعیت خوبی هستش که نظر خودم رو هم بدم به از بازجون گرفته تا مسئولین اطلاعاتی امنیتی در آه، ایران آه ولی همون روز اولی هم که باز روز اول نه روز در واقع اولین روزی که در زندان اوین بازجوی منم شروع شد چیز جالبی که من گفته شد این بود که یه تعداد برگه بازجوی جون من گذاشتن که انگشت هم خورده بود و به من گفتن که به نفع خودت هستش که همکاری بکنی همکاری هم نکنی اون چیزی که ما فکر میکنیم درست هستش میتونیم خودمون اینجا بنویسیم کار سختی برای ما نیستش و اثر انگشت هست کجا و کی میخواد ثابت بکنه که این اثر انگشت تو نیستش یا امضایی که در اونجا میادش امضای تو نیستش ترکیبی بود یا ملغمه بود از همه چیز ملغمه از اینه که سعی بکنن اطلاعات درست رو به دست بیارن یا به حال تحلیل واقعی و شخصی من رو ببینن تا اینه که اون نتایجی رو که میخوان به دست بیارن یه،, یه کاری که به طور معمول انجام میشد این بود که اون دادگاه نمایشی که اتفاق میفتاد دادگاهی دادگاه نبودش که متهم برای اولین بار بیاد در اون سالن حاضر بشه بلکه بلکه روز قبلش یک تمرین صورت می گرفتش و کسانی که قرار بود در اون نمایش شرکت بکنن می آمدن در اون سالن بخشی از اون نمایش رو اجرا میکردن که معلوم بشه چطوری هستش و همونطوری که گفتم آقای وحید از دفتر رهبری اون روز اونجا بودن روزی که تمرین اون نمایش کازای قرار بود انجام بشه آقای مرتزوی دادستان تهران توی اون سالن بودن و داشتن اون تمرین رو مشاهده میکردن متنی که برای اون تمرین آماده شده بود باز هم مورد موافقت قرار نگرفتش باز هم چون زنی ما ادامه پیدا کرد همچنان رفت جلو از فشار و تهدید و تطمی گرفته تا رسید به همونطور که گفتم چهار صبح اون روز شنبه کذایی بود که بالاخره تموم شد دو ساعت دو ساعتی من در واقع اجازه داده شد که استراحت بکنم و ساعت شیش صبح بود که من رو بردن به محل دادگاه جایی که شخصا خیلی احساس ضعف میکنم جایی هستش که من مجبور شدم اسم سه تا آدم رو هم بیارم اسم سه نفر رو هم در اون اعترافات بیارم و این چیزی که هرگز خودم به خاطرش نمی بخشم برای اینکه اون سه تا آدم هم آدم های افراد صادقی بودن هم افراد درستی بودن و همینی که تحلیلگران صادقی بودن و شاید مجموعه از تونترین حرفایی که در ملاقات ها با همکاران دیپلمات من یا با خود من می زدن در مورد سیاست های غرب در مورد مواضع ایران در مورد موضوع هسته یا هر کدوم از اینا اینها تونترین حرفا رو می زدن ولی چون مربوط به جپه متقابل بودن جپه که در اون زمان در واقع اصلاح طلبا و اطرافیان آقای موسوی داشتن بعد قربانی می شدن. و من اون چیزی که خودم هرگز خودم رو نیم بخشم این بود که من اسم این سه نفر رو آوردم این سه نفر به حال من رو بخشیدن بعدش انسان های شریفی هستن ولی من هرگز نمیتونم خودم ببخشم یه بخش عمومیتر و بزرگتر اینکه به هر حال اون،, اون, نمایش اون اعترافات نمایشی در اون روز یه بخشی از تاریخ اون روزهای ایران هستش من چند تا سلول عوض کردم به از مواقع بازجویی یا در 209 بغیر از مواقعی که می میرفتم به طور مدام داخل سلولم بودم یعنی 24 ساعته توی همون سلول بودم در 240 توالت هم هم در داخل همون سلول بودش و خب دریچه هم بسته بودن بر همین من همیشه توی سلولم بودم سلول انفرادی به طور عمومی اتاقی هستش که تقریبا حدس میزنم حدود دو متر و بیس سانت طولش هستش حدود یک متر و شست سانت عرضش هستش تختی اونجا نیستش شما دوتا پتو دارین و بعد تصمیم بگیرین که این پتو رو چطوری استفاده میکنین چی میتونه بالشتون باشه چی میتونه تشکتون باشه چی میتونه لحافتون باشه و یه روشویی که آم، اونم داخل سلول هستش در هر دو اینها این و بعد شما مستقیما آسمون رو نمیتونید ببینید حالا 209 و 240 تفاوت هم دارن ولی خب اونجا جایی که همین ساعتاتون رو سپری میکنیم من رو توی داخل ماشین نگه داشتن تا زمانی که در واقع وقت دادگاه بشه چون در مقاطع مختلف آدم ها رو بردن داخل دادگاه گروهی بودن که ظاهرا بهشون گفته بودن که بیایید مقابل دادسرای انقلاب و اینا لباس عادی تنشون بود اینها رو با اتوبوس آوردن گروه دیگری بودن که از زندان اوین آوردنشون اینها رو با ون آوردن و بعد در هر مقطعی گروهی از اینا رو میبردن نهایتا تماشاچیایی که قرار بود در اون دادگاه شرکت بکنن و اونا با موتورسیکلتاشون آمده بودن اونها رفتن داخل سالن دادگاه اون تماشاچی ها از قبل هماهنگی شده بود که چه کسانی باید باشن بعدا من رو هم بردن وارد سالن دادگاه کردن سمت چپ نماینده دادستان قرار داشت روزنامه نگارا در یک گوشه دیگری از اتاق بودن آم چند نفر هم بودن در گوشه دیگری از اتاق که باز بعدا من متوجه شدم که اون کسی که قراره که ظاهرا از من دفاع بکنه بین اونا هستش چون بعدا که که فرخواست من خونده شد ایشون بلند شد و در واقع ظاهرا از من دفاع کردش و اول من رو بردن ردیف اول نشوندن بعد یه نفر اومد گفتش که ایشون کفش داره این که نمیتونه اینجا بنشینه بردن هم و, و اونجا تنها جایی بودش که من کنار آرش رحمانی قرار گرفتم که بعدا اعدام شد چند جمله تونستم تونستیم رد و بدل بکنیم چون ایشون من رو شناخت و گفتش که البته ظاهرا روز تمرین هم من رو از دور دیده بود و گفتش که صحبت شما در